خب سلام خدمت همه دوستان گلم هم. معمرز ماجر هستم با قسمت دوازدهم دوره تریست با HTML امروز قرار که اتریبیوت های لیست آیتم ها رو معرفی کنیم و بگیم که چه جوری میتونید روی لیست هاتون تغییر ایجاد کنید و همچنین یک تگ دیگه که برای تقمیش گفت از خانواده لیست ها هست رو بهتون معرفی کنیم که توی جلسه قبل بهش اشاره این نکرده بودم اما قبل اینکه بریم سراغ آموزش خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید اون زنگوله رو میتونید فعال کنید که اگه من ویدیویی گذاشتم در لحظه بتونید اون رو تماشا کنید ویدیو رو لایک کنید و همچنین نظرات و در واقع رو خوشحال میشم که بهش تو قسمت نظرات پاسخ بدم تلی به امسراغ آموزش خب خوش اومدید به ادامه آموزش در ابتدا من نرم افزار دریم ویورم رو وا میکنم طبق روال همیشگیمون تو قسمت های قبل از ویرایشگر های دیگه مثل ویژوال در واقع استودیو کد هم استفاده کردیم یا نرم افزار براکت که گفتیم که کاملا سلیقه ای هستش ولی خب چون امکانات دریم ویور از همه بیشتر هستش ما از دریم ویور استفاده میکنیم ولی خب یک معایبی هم داره از معایبش میشه به حجم بالاش و سنگین بودنش هم اشاره کرد طبق معمول من میام یک سند HTML ایجاد میکنم به عنوان ورک هفت هفتمین کاری هستش که قرار است با هم انجام بدیم خب این رو توی فایل هم ذخیره میکنم به عنوان ورک هفت و الان اوکی هست و من شروع میکنم به کد زنی ابتدا دوباره میخوام لیستام رو ایجاد کنم ابتدا میخوام یک لیستی با استفاده تگ یو یا همون نامرتب ایجاد کنم یک لیست قرار میدم اینجا با استفاده تگ پی که نشون بدم که این در واقع لیست با استفاده تگ یو ایجاد شده این رو میام لیست ویت یو تگ و لیست یو ام رو این پایین ایجاد میکنم یو ال ام رو قرار میدم گفتیم که مقادیری که میگیره ال هستش ال رو ها رو در قرار میدیم شما میتونید گزنه ها رو با استفاده از ال اینجا نمایش بدید من همون گوشه شیامی رو میخوام در واقع مرتب سازی کنم اینجا دیگه سه تا قرار میدم برای اینکه وقتمون هم تلف نشه سه مدل گوشه شیامی رو اینجا قرار میدیم چون بهتون جلسه قبل آموزش آموزش چی گفتم آموزش دادم که دیگه به چه صورتی میتونی لیست ها رو ایجاد کنی دقیقا هم دیگه سه تا مورد کافیه مدل پوکو ایکسی رو قرار میدم و در آخر هم یک گوشی از خانواده ریدمی قرار میدم به عنوان کابیس Pro چون گوش خودم از دیگه تو همه لیست باید قرار بگیره خیلی عمالی این رو لیستم رو ایجاد کردم یک لیستم با استفاده از تگ یول ایجاد میکنم این پاراگراف رو کپی میکنم اینجا قرار میدم این رو هم او قرار میدم خب تگ اول هم رو اینجا قرار میدم و مانند تگ یول ال آی شما میتونید بیاید مقادیرش رو ست کنید من این رو سامسونگ قرار میدم سامسونگ آ 11 قرار میدم از این کپی میکنم مجددا این رو قرار میدم آ صفر یک من دیدم یک مدلی زده دیگه انواع اصلا مدل ها رو دیگه داره میزنه و آ هفتاد یک خب اوکی هستش کافیه بریم یک بار لیست رو ببینیم مجددا طبق همیشه گیمون خب میبینید که اینجا برای من اینها ایجاد شده من الان میخوام از تگ در واقع یو شروع کنم به در واقع تغییر ظاهرش کار که الان میخوام انجام بدم این هستش که بیام این دایره رو عوض کنم یا کلا اگه نخواستم ولش دارم چطور باید این کار رو انجام بدم به دو حالت شما میتونید این رو انجام بدید یا با استفاده از صفتی به نام تایپ بیاید یا مثلا بهش حالت سه تا حالت داره میتونید رو قرار بدید اگه سیرکل رو قرار بدید دایره هایی با تو خالی اینجا ایجاد میکنه اگه بیاید دیسک قرار بدید دایره توپور و اگه مربع قرار بدید مربع ایجاد میکنه این از این اگر خواستید اینها رو یکم بیشتر در واقع ادامه بدید میتونید بیاید با استفاده از صفتی به نام استایل با استفاده از CSS این کار رو انجام بدید اینجا چرا با من نشنا استایل رو قرار میدم و یک دستوری دارم به نام لیست استایل آیتم در لیست استایل تایپ خواهیم خواهی میکنم میتونم بیام با استفاده این دستور تغییرات رو انجام اعمال کنم اینجا خب گزینه‌های بیشتری داریم مثلا اگه من ارمنیان رو قرار بدم این میاد بر اساس حروف ارمنی اینها رو دسته‌بندی میکنه یا مثلا میتونم بیام گرجی مثلا عداده اینجا مشاهده میکنم اگه گرد درست صفته باشم گرجستان هست که کشور شما رو سرچ کنم من بله زبان گرجی هستش که اینجا زبان مرسوم کشور گرجستان خب میگم دیگه گزینه‌های مختلفی داره که شما میتونید ازش استفاده کنید برای بله مثال اگر بیاید lower greek رو استفاده کنید ترتیبش عوض میشه و اینجا میتونید گزینه‌ای که دلتون میخواد رو انتخاب کنید من روی همون دسیمال اگه قرار بدم دقیقا مثل لیست پایین میشه خب این رو من روی همون سیرکل قرار میدم که همونجوری دایره شکل باشه خب حالا میخوام برم تگ اولم رو در واقع یک تغییراتی روش ایجاد کنم میبین الان از عدد یک شروع شده اولین کاری که میخوام بکنم اینه که بیام مثلا بگم که آقا من نمیخوام از عدد یک شروع بشه میخوام از عدد هفتاد شروع بشه بعد چیکار کنم با استفاده از صفتی به نام صفت استارت میتونم این کار رو انجام بدم اگه من در استارت هم عدد هفتاد رو قرار بدم میبینید که از هفتاد شروع میشه و همینجوری ادامه پیدا میکنم این رو اگه مثلا پنجاه قرار بدم از پنجاه شروع میکنه به در واقع و همینجوری ادامه میده این از این حالا میخوام ترتیبش رو بگم مثلا بر اساس اعداد نباشه بر اساس حروف انگلیسی باشه کاری که بعد انجام بدم چی هستش عین تگ بالا که از تایپ استفاده کردیم دستور تایپ رو استفاده می کنید. اگر یک بزرگ رو قرار بدید یک بزرگ چی گفتم این عدد یک رو قرار بدید اینجا پس حروف اعداد حروف اعداد اساس اعداد اینجا دسته بندی میکنه اگر ای بزرگ رو قرار بدید بر اساس حروف بزرگ انگلیسی مرتب سازی میکنه ای کوچیک رو قرار بدید بر اساس حروف کوچیک انگلیسی و در آخر هم بر اساس یونانی هم میتونید بیاد مرتب سازی کنید اگه آی کوچیک رو قرار بدید اعداد کوچیک یونانی و اگه آی بزرگ رو قرار بدید اینجا بر اساس بزرگ یونانی میاد اینها رو در واقع دسته بندی میکنه این هم از توضیحاتش توضیحات دیگه نیمونه میریم سراغ تگی که قرار هستش امروز باش آشنا بشیم یک تگ دیگه ای هستش به نام تگ DL یا تگ Description لیست. حالا تگ در واقع DL کاربردش چیه؟ ببینید من بذارید اول این تگ رو ایجاد کنم تگ DL هم رو اینجا قرار میدم نگاه کنید برای مثال من میخوام بیام همجور که اسمش معلومه دیسکریپشن لیست یعنی لیستی که دارای توضیحات باشه برای مثال من میخوام بیام برای شیامی پوکو ام بیام یه توضیحات رو این زیرش قرار بدم وقتی که بخوام چین لیستی درست کنم بعد اگه دیل استفاده کنم که همون در واقع لیستی همراه با توضیحات هستش دقت کنید مقادیر اینجا که بخواید عنوان رو قرار بدید دیگه شما ال آی مثل این تا تگ نباید استفاده کنید بعد بیاد از در واقع دیتی استفاده کنید در واقع همون دیسکریپشن تایتل هستش من الان دقیقا مثل همین میام اینها رو اینجا می نویسم. یک دیتی دیگه هم ایجاد می کنم دقیقا مثل همین این چرا اینجوری شد چی کار من نمیخوام اینجا عجب اینا چرا با هم ست نمیشن اوکی اینجا فکر کنم من فاصله داده بودم به این هم بله خب یک بار با هم ببینیم خروجی رو ببین حالا اینجا برای من این لیست ایجاد شده اما خب توضیحاتی نداره بعد کار کنم توضیحاتش بیاد با استفاده از یک تگی به نام تگ در واقع dd میتونم بیام توضیحات رو هم اعمال کنم مثلا اینجا قرار بدم رم مثلا 8 گیگابایت و مثلا سی پیوه مثلا اینجا مدیا تک اگه اشتباه نکنم بذار ببینم درست تایپ کردم یا نه بله مدیاتک این رو دقیقا شما ببینید برای هر کدوم که خواستید توضیح بنویسید برای مثال من الان اینجا شیامی پوکو ام تی رو ایجاد کردم با استفاده از تگ دی تی برای اینکه توضیحات مربوط به اینم در واقع این بخشم رو بنویسم بلا فاصله بعدش بعد بیام برای توضیحاتش تگ دی, دی رو ایجاد کنم یعنی الان این تگ دیدی توضیحاتش مرتبط هست با این قسمت و الان اگه بخوام برای در واقع پوکو اینو چرا اکسیری نکردم بزاز این رو هم کابیستش کنم که با هم فرق داشته باشن خب الان اگه بخوام برای پوکو ایکس هم توضیحات رو اعمال کنم بلافاصله بعد سگ دی تیم یک تگ دیدی ایجاد میکنم و توضیحات رو براش مینویسم دقیقا میخوام همچین توضیحاتی رو هم برای شیامی پو هو داشته باشم الان نتیجه رو بهتون نشون میدم یکم شاید الان براتون گنگ باشه بذارید این رو هم بعد از شیامی کابیس رو اینجا مثلا رمش رو دوازده قرار بدم خب بریم تغییرات رو ببینیم خب میبینید که الان تغییراتش اعمال شده ببینید الان لیست من داره توضیحات هستش برای مثلا شما یک لیست گوشی میتونید اه در واقع ایجاد کن یا هر لیستی که نیاز نیازمند توضیح باشه با استفاده از این تک ها خیلی راحت میشید با استفاده تگ دیسکریپشن لیست یا همون دی بیاید در واقع لیستی همراه با توضیحات رو اینجا درست کنید خب برای اینجاستم جسم کافی هستش خوشحال شدم که این آموزش رو دیدید فراموش نکنید که داخل کانال تلگرام و پیج اینستامون هم عضو بشید من تامینهای های هر بخش رو هم در کانال تلگرام برای شما ایزان قرار میدم صحبت دیگه باقی نیمونه تا آموزشات بعد خدا نگهدار